داستان برو بالاتر توی بیمارستان فیروزآبادی دستیار دکتر مزفری بودم روزی از روزها دکتر مزفری دا صدایم کرد اتاق عمل و پیرمردی را نشانم داد که باید پایش را به علت فونت می بارید. دکتر گفت که این بار من نظارت می کنم با شما عمل می کنم. به مچ پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا آقت کنم و دکتر گفت برو بالاتر بالای مش را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر بالای زانو را نشان دادم و دکتر گفت برو بالاتر تا اینکه وقتی به بالای ران رسیدم دکتر گفت از اینجا ببر افونت از اینجا بالاتر نرفت لند و عبارت برو بالاتر خاطره بسیار تلخی را در من زنده می خیلی تر. دوران کودکی همزمان با اشغال ایران توسط متفقین در محله پامنار زندگی می کرد. شده بود و گندم, گندم نایاب بود و نانوایی ها تعطیل مردم ایران و تهران به شدت عذاب و گرسنگی میکشیدند که داستانش را همه می دانند. هم بودند که به هر قیمتی عذابشان را تهیه می کردن و ادهی از خدا بی خبر هم که با احتکار از گرسنگی مردم سودجویی میکردند. شبی پدرم دستم را گرفت تا در خانه همسایمان که در لال بود و گندم و جو میفروخت بروید و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از گرسنگی نمیریم شبی پدرم دستم را گرفت در خانه که در لال و گندم و برویم و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از پدرم هر قیمتی که میگفت همسایه دلالمان با لحن خاصی میگفت برو بالاتر برو بالاتر بعد از بهوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفتم چقدر آشنا بود وقتی از حال روزش پرسیدم گفت بچه پاونار بودم گنو و جو میفروختم خیلی سال پیش قبل از اینکه در شاب ساکن بشم دیگر تب... تحمل بقیه صحبتهایش را نداشتم از مکافات عمل غافل مشو مش خود را در حیات بیمارستان رساندم من باور داشتم که از مکافات عمل قافل مشو گندم از گندم بروید جوز جو اما به هیچ وجه انتظار نداشتم که چنین مکافاتی را به چشمم ببینم دکتر مبتزا عبدالوهابی استاد آناتومی دانشگاه تهران